سری میزنیم به باغ وحش پایتخت ایتالیا که یکی از قدیمی ترین باغ وحش های اروپا است. البته امروز نامش را به بیوپارک تغییر دادند. میگویند باغ وحش نامی است که کودکان عمده بازدید کنندگان این محل از آن خوششان نمی آید. باغ وحش روم مدتی است میهمان جدیدی به نام سیک دارد که یکی از حیواناتی است که بیش از دیگر ساکنین بیوپارک هوادار و طرفدار و بازدید کننده دارد. سیک یوزپلنگ ایرانی است که در بیوپارک روم متولد شده است. مادرش سیلک یا ابریشم از باغ وحش مجارستان به ایتالیا آمده و پدرش سحر متولد باغ وحشی در فرانسه است. زمانی که سیک متولد شد در بیوپارک روم مانده بودند چه نامی برای این توله یوزپلنگ ایرانی که بلافاصله جایی در قلب کودکان رومی پیدا کرده بود انتخاب کنند. مدیریت بیوپارک در همکاری با شبکه سوم تلویزیون دولتی ایتالیا و از طریق صفحه ویژه در فیسبوک انتخاب نام را به عهده شهروندان روم و به ویژه کودکان گذارد. همزمان با افتتاح این صفحه در فیسبوک یکی از قهرمانان موتورسواری ایتالیا در جریان مسابقات موتورسواری در مالزی در پیامد سانحی جان خود را از دست داد. مارکو سیمونچلی 24 ساله با نام سیک در میان هوادارانش شهرت داشت و به همین مناسبت با حمایت اکثر شرکت کنندگان در این نظرسنجی فیسبوکی این نام برای یوزپلنگ تازه متولد شده ایرانی انتخاب شد. و اما برگردیم به یوزپلنگ ایرانی و ویژگی هایش. یوزپلنگ ایرانی که نام علمیش اچینونیکس جوباتوس وناتیکوس است، زیرگونه‌ای در خطر جدی انقراض است. در ایران کمتر از 100 یوزپلنگ در 4 منطقه خارتوران، نایبندان، در انجیر و بافق زندگی می کنند و حد زده می شود که در دنیا شمار یوزپلنگان ایرانی باقی مانده کمتر از 200 باشد. 2000 سال پیش هزاران یوزپلنگ ایرانی در سراسر قاره آسیا به ویژه مناطق کوهستانی و خشک زندگی می کردند. Ha delle particolarità di tipo fisico, ma anche delle particolarità di tipo ecologico. Le particolarità di tipo fisico sono di essere particolarmente slanciato. این یوزپلنگ ویژگی‌های خاص فیزیکی و محیط زیستی دارد. دارای اندامی بسیار کشیده و دم بسیار بلندی است که به این حیوان اجازه می‌دهد تا در مناطق صخره‌ای کوهستانی که محل طبیعی زیست یوزپلنگ ایرانی است به راحتی حرکت کند. از نظر محیط زیستی یوزپلنگ ایرانی تنها گونه است که می تواند در مناطق غیر جنگلی و در هوای خشک زندگی کند. یوزپلنگ ایرانی قادر به زندگی در خشک سالی است. Un animale purtroppo che rappresenta è quasi un simbolo della scomparsa della biodiversità dal nostro pianeta. یوزپلنگ ایرانی گویا سریع‌ترین حیوان روی کره خاکی است و سرعتش می تواند به 100 کیلومتر در ساعت برسد. یوزپلنگ های ایرانی شاید تنها گربه سانانی هستند که می توانند اهلی شوند و برای شکار به ویژه شکار گوزن آموزش ببینند. نگاهی به سیک و مادرش سیلک و رفتاری که این دو با هم دارند شکی در هوش یوزپلنگان ایرانی باقی نمی گذارد. در تمام مدتی که ما در مقابل قفس ایستاده بودیم یوزپلنگ نر بهار از درون قفسش که جدا از مادر و پسر است ما را زیر نظر داشت و هر بار که سیک به ما نزدیک می شد بلافاصله مادرش در کنار او می ایستاد. گویی انسان را خطری برای خود و فرزندشان می دانستند. واهمه‌ای که بی دلیل نیست. از جمله دلایل انقراض یوزپلنگ ها در ایران علاوه بر تأثیر تغییرات جوی در اکوسیستم آزار و اذیت انسان ها و شکار بی‌رویه آنهاست. بسیاری از یوزپلنگ هایی که در مناطق مرزی ایران با پاکستان و افغانستان زندگی می کنند توسط قاچاقچیان مواد مخدر که از گذرگاه های محل زندگی یوزپلنگان رفت آمد می کنند کشته می شوند.
این سه یوز پلنگی که در بیوپارک روم زندگی می کنند حداقل از امنیت جانی برخوردارند، ولی باید فکری برای آن یوز پلنگانی کرد که در ایران هستند تا بلکه بتوانیم جلوی انقراضشان را بگیریم.